بسم الله الرحمن الرحيم. درس‌های قابلی ما شما برای محصولاتی که از امینواسیدها سنتز می‌گردد بحث کردیم. یکی از این محصولات مرکبات پروفایرین بود که مرکبات حلقوی بود. بالای ساختمان پروفایرین ها بحث کردیم و همچنان بعدا ما شما برای مشتقات عمده پروفایرین ها بحث کردیم که یکی از این مشتقات عمده مولکول هیم بود. گفتیم مولکول هیم برای اکثریت انزیم های کبدی به شکل کوفکتور عمل می نماید و همچنان هیم با سلسله امینو اسید ها که به نام گلوبین یاد می شود یک جا می گردد و مولکول هیموگلوبین را می سازد. این مولکول هیموگلوبین برای ساختن RBC یا حجرات سرخ خون ضرور می باشد تا وظیفه خود را به شکل درست انجام دهد. امروز ما شما بالای تجزیه هیم بحث میکنیم که مولکول هیم چگونه در داخل عضویت به تجزیه میرسد، چه قسم با مرکبات مختلف تجزیه میشود و این محصولات مختلفی که از تجزیه مولکول هیم به دست میاد به کدام سرنوشت مبتلا میگردد. اگر ما شما هیموگلوبین در نظر بگیریم، گفتیم که یک بخشی هیموگلوبین هیم است و بخش دیگه هیموگلوبین گلوبین است که از سلسله امینو اسیدها ساخته شده که سلسله امینو اسیدها می باشد. وقتی هیموگلوبین به تجزیه می رسد، در قدم اول هیموگلوبین به دو قسمت تجزیه می شود. یک قسمت آن مولکول هیم است و قسمت دوم آن مولکول گلوبین می باشد که گلوبین توسط انزیم های مختلف با امینو اسیدها تبدیل می شود، تجزیه می شود و بالاخره از این امینو اسیدها در داخل عضویت استفاده صورت می گیرد. داخل امینو اسید پول می گردد و از امینو اسید پول برای اهداف مختلف از آنها استفاده می شود و می ماند باقی مانده هیم. هیم هم در داخل عضویت در مراحل مختلف بالاخره با مرکبات تبدیل می شود که از عضویت انسان ها خارج می گردد. اگر ما شما مولکول هیم را در نظر بگیریم، در قدم اول مولکول آهن از مولکول هیم جدا می گردد و این عنصر آهن در داخل عضویت برای ساختن مولکول های دیگی هیم به مصرف می رسد. عنصر آهن که در داخل ساختمان هیم موجود است، این دوباره ریسایکل می گردد و برای اهداف دیگی پس استفاده از اینها صورت می گیرد. میماند باقی مانده حلقه پروفایرین، چون هم ما شما گفتیم که یک حلقه پروفایرین است و در داخل حلقه پروفایرین عنصر آهن قرار میگیرد و بالاخره مولکول یا ساختمان هم از آنها به دست میاد. وقتی هم تجزیه می شود، در قدم اول عنصر آهن از مولکول هم جدا می شود و این عنصر آهن در داخل عضویت برای ساختن دیگه مولکول های هم و یا هم برای دیگه اهداف در داخل عضویت از آنها استفاده صورت می گیرد و می ماند باقی مانده حلقه پروفایرین. این باقی مانده حلقه پروفایرین یا ساختمان حلقوی پروفایرین در ریتیکولو اندوتلیال حجرات کبدی، تحال و همچنان در بون مرو، اینها توسط سیستم ماکروفاج که در آنجا ماکروفاج ها موجود است، بالاخره توسط انزیم های مختلف در مراحل مختلف حلقه پروفایرین هم به تجزیه می رسد. روزانه تقریبا در داخل عضویت انسان ها به تعداد 200 بیلیون حجرات سرخ خون تجزیه می گردد، چون حجرات سرخ خون از 90 الی 120 روز عمر دارند. بعدا این حجرات نمی تواند وظیفه خود را به شکل درست انجام دهد که وظیفه آنها انتقال اکسیژن می باشند. این حجرات باید تجزیه گردد. وقتی این حجرات تجزیه می شود، به هیموگلوبین تجزیه می شود و هیموگلوبین به هیموگلوبین تجزیه می شود که گلوبین آنها به امینو اسیدها تبدیل می شود و هیم آنها در مراحل مختلف تجزیه می گردد که روزانه از 6 گرم الی 7 گرم هیموگلوبین در داخل عضویت تجزیه می شود و روزانه در داخل عضویت از 6 الی 7 گرم هیموگلوبین نو سنتز می گردد تا جاینشین هیموگلوبینی که روزانه تجزیه می گردد شود. هیم در داخل عضویت در مراحل مختلف تجزیه می شود. در مرحله اول مولکول هیم به بیلروبین تبدیل می شود. مولکول هیم در مرحله اول تجزیه مولکول هیم
مولیکول هم به بیلروبین تبدیل می شود. این مرحله مرحله اول است که در این مرحله اکسیدیشن مولیکول هم صورت می گیرد و بالاخره مولیکول هم به بیلروبین تبدیل می شود. اگر ما شما این ساختمان را در نظر بگیریم، یک ساختمان حلقوی است و در داخل اینها عنصر آهن موجود است که این مولکول به نام هم یاد می شود. توسط انزایم هم اکسیجنیز در سه مرحله مختلف که عین مرحله است، این مولکول هم اکسیده می گردد توسط انزایم هم اکسیجنیز که در اینجا سه مولکول اکسیجن هم به مصرف می رسد که هر مولکول اکسیجن در یک مرحله به مصرف می رسد، یعنی سه مرحله صورت می گیرد، سه تعامل صورت می گیرد، عین تعاملات است ولی یک یک مولکول اکسیژن به مصرف می رسد و سبب اکسیدیشن مولکول هم می گردد که در این مرحله هم در قدم اول به بیلیوردین تبدیل می شود که بیلیوردین یک ساختمان یا یک مرکب خطی می باشد. اگر ما شما مولکول هم در نظر بگیریم، مرکب حلقوی است ولی وقت اکسیده می شود این مرکب حلقوی اکسیده می گردد، حلقی اینها باز می شود و بالاخره به بیلیوردین تبدیل می شود. در این مرحله یک مولکول کربن مونوکساید هم آزاد می گردد و مولکول یا اتمی آهن که در داخل ساختمان هم موجود است از مولکول هم جدا می شود. بعدا مولکول بیلیوردین توسط بیلیوردین ریدکتیز ارجاع می شود و به بیلیروبین تبدیل می شود. مرحله اولی تجزیه مولکول هم مرحله است که مولکول هم به مولکول خطی یا ساختمان یک مولکول ساختمان خطی است تبدیل می شود که به نام بیلیروبین یاد می شود. هم اکسیده می شود به بیلیوردین و حلقه پروفایرین واز می شود. بعدن بیلیوردین ارجاع می شود و به بیلیروبین تبدیل می شود. در این مرحله که بیلیوردین به بیلیروبین تبدیل می شود، یک مولکول NADPH که در حالت ارجایی قرار دارد اکسیده می شود، یعنی هیدروژن از این مولکول جدا می شود به NADP تبدیل می شود و خود مولکول بیلیوردین این ارجا می گردد و بالاخره به مولکول بیلیروبین تبدیل می شود. برای انزیم های هم اکسیجنیز که هم مولکول هم را اکسیده می نماید، خود مولکول هم هم به شکل سبستریت عمل می نماید، یعنی توسط این انزیم ها به مصرف می رسد و همچنان به شکل کوفیکتور هم عمل می نماید. یعنی هم اکسیجنیز اگر مولکول هم موجود نباشد، وظیفه انزیم های هم اکسیجنیز به مشکل دچار می گردد و وظیفه خود را به شکل درست انجام داده نمیتواند. ما در مرحله اول ما شما دیدیم که مولکول هم بالاخره به مولکول بیلیروبین تبدیل شد. این مولکول بیلیروبین و مشتقات بیلیروبین را به نام رنگ های صفراوی یاد می نماید. بایل پیگمنتس. رنگ های صفراوی خود بیلیروبین می باشد و یا هم مشتقات اینها به نام رنگ های صفراوی یاد می نماید که مثلا اگر ما شما بیلیوردین در نظر بگیریم، مولکول بیلیوردین یک مولکول سبز رنگ می باشد ولی وقتی بیلیوردین توسط انزیم بیلیوردین ریدکتیز ارجاع می گردد به شکل سرخ نارنجی تبدیل می شود یا به رنگ سرخ نارنجی تبدیل می گردد. اینها مثلا بیلیروبین است، بیلیوردین است، اینها به نام رنگ های صفراوی یاد می نماید. اگر به شکل خلاص بگوییم، در مرحله اول تجزیه هم مولکول هم به بیلیروبین تبدیل می شود که از یک گرام هموگلوبین که هم قسمت گلوبین دارد که سلسله امینو اسید هاست و هم قسمت هم دارد و آهن از اینها جدا می شود، از یک گرام هموگلوبین 35 میلی گرام بیلیروبین ساخته می شود. ما شما دیدیم که در مرحله اول از مولکول هم بیلیروبین ساخته شد. در تجزیه مولکول هم در مرحله دوم این بیلیروبین که در حجرات مختلف مثلا در کبد، مثلا در طحال، مثلا در بون مرو به بیلیروبین تبدیل شده، این بیلیروبین تماما جمع آوری می شود و به کبد انتقال
می شود تا مرحله سوم تجزیه هموگلوبین یا کاتابولیزم هم صورت بگیرد در کبد است. همین اساس است که در مرحله دوم مولکول بیلروبین به کبد انتقال می شود. خود مولکول بیلروبین در پلازما یا در محیط آبی بسیار کم منحل می باشد. این که برای مولکول بیلروبین به کبد انتقال پیدا کند، مولکول بیلروبین به آلبومین یکجا می گردد. توسط پروتین های پلازمایی که آلبومین است به کبد انتقال پیدا می کند و بالاخره بیلروبین به کبد یا هپاتوسایت که هپاتوسایت یعنی حجره کبد داخل هپاتوسایت می شود. ولی وقتی بیلروبین داخل هپاتوسایت یا حجره کبدی می شود، در این قسمت یک سیستم موجود است که به نام سیستم فسیلیتیتد دیفیوژن ترانسپورتر یاد می شود. یعنی مولکول های پروتئینی یا مولکول های دیگه موجود است که خود بیلروبین را در داخل هپاتوسایت داخل می نماید، ولی این ترانسپورتر انرژی را به مصرف نمی رساند. فقط ترانسپورتر فسیلیتیتد دیفیوژن است به این معنی که از غلظت بالا به غلظت پایین می رود و در اینجا یک مولکولی است که این پروسه را که داخل کردن بیلروبین در داخل هپاتوسایت است آسان می سازد، ولی انرژی توسط این ترانسپورتر به مصرف نمی رسد. ولی این ترانسپورتر که در اینجا موجود است تا بیلروبین داخل کبد سازد، این ترانسپورتر یک خاصیت دارد که خاصیتش مشبوع شدن است. یک مقدار بیلروبین را گرفته می تواند تا آنها را به هپاتوسایت داخل نماید، ولی از مقدار معین اگر اضافه شود باز نمی تواند تا مقدار اضافی مولکول های بیلروبین را هم در داخل هپاتوسایت داخل نماید. به همین اساس است که این سیستم را به نام سچوربل فسیلیتیتد دیفیوژن ترانسپورتر یاد می نماید که در اینجا موجود است، یعنی مشبوع می شود. یک مقدار بیلروبین را داخل کرده می تواند، ولی اینکه چقدر مقدار داخل شده می تواند مربوط به این است که بیلروبین مولکول های بیلروبین که پیش داخل شده آنها چقدر به مصرف می رسد، یعنی چقدر به متابولیزم می رسد. اگر متابولیزم در اینجا زیاد باشد، این سیستم هم بیلروبین را زیاد داخل می نماید. اگر در اینجا متابولیزم ضعیف باشد، مولکول های زیاد بیلروبین موجود باشد در داخل هپاتوسایت، باز این سیستم نمی تواند بیلروبین های اضافی را در داخل هپاتوسایت داخل نماید. همچنان وقتی مولکول بیلروبین داخل هپاتوسایت می شود، با پروتین های داخل حجروی هپاتوسایت یکجا می شود که این پروتین ها را به نام لیگندین یاد می نماید، مثلا گلوتاتیون استرانسفیرز است، با این پروتین ها یکجا می شود تا از حجره کبد پس خارج نشود. بعضی از دواهای هستند که اینها نمی ماند که بیلروبین با آلبومین یکجا شود، مثلا سلفونامید ها یا سالیسیلیتس ها، اینها دواهای انیونیک می باشد و اینها به شکل کامپیتیشن نمی ماند که بیلروبین با آلبومین یکجا شود و بالاخره سبب ازی می شود که بیلروبین در داخل پلازما و خون زیاد گردد و داخل سیستم عصبی مرکزی می شود و سبب ازی می شود که نیورون های مختلف تخریب گردد و مشکلات مختلف را بخصوص در اطفال به پیش بیارد. گفتیم در مرحله دوم مرحله است که بیلروبین که در انساج مختلف از مولکول هم ساخته شده به کبد انتقال پیدا می نماید و باید در کبد به متابولیزم دیگه برسد. در مرحله سوم، در این مرحله چون ما شما گفتیم که بیلروبین بسیار کم در محیط آبی یا مثلا در پلازما منحل است، در این مرحله در مرحله سوم انحلالیت مولکول بیلروبین زیاد می شود. در مرحله سوم انحلالیت مولکول بیلروبین زیاد می شود و این به طریقی است که دو مولکول گلوکورونیک اسید با مولکول بیلروبین یکجا می شود و این دو مولکول گلوکورونیک اسید سبب ازی می شود تا انحلالیت مولکول بیلروبین در محیط آبی زیاد گردد و به همین شکل از داخل وجود در مراحل مختلف باز اطراح می گردد. این مرحله از مولکول بیلروبین دای گلوکورونیت ساخته می شود. این مرحله توسط انزایم
بیلروبین یو دی پی گلوکورونازایل ترانسفریز صورت میگیرد و در دو مرحله مسلسل دو مولکول گلوکورونیک اسید با مولکول بیلروبین یک جا می شود. در مرحله اول توسط یو دی پی گلوکورونازایل ترانسفریز یک مولکول یو دی پی گلوکورونیک اسید گرفته می شود با مولکول بیلروبین یک جا می گردد و از این مولکول بیلروبین و یک مولکول یو دی پی گلوکورونیک اسید بیلروبین مونوگلوکورونایت ساخته می شود و یو دی پی در محیط آزاد می گردد. یعنی گلوکورونیک اسید بالای مولکول بیلروبین وصل می شود و یو دی پی آنها آزاد می شود. یعنی اگر ما شما در نظر بگیریم این مولکول بیلروبین که این مال ساختمان بیلروبین، مونوگلوکورونایت این مولکول یعنی یک گلوکورونیک اسید دارد، اینها در مرحله اول ساخته می شوند. در مرحله دوم توسط همین انزیم یو دی پی بیلروبین یو دی پی گلوکورونازایل ترانسفرنس مولکول دیگه یو دی پی گلوکورونیک اسید گرفته می شوند و قسمت گلوکورونیک اسید آنها بالای این مولکول بیلروبین مونو گلوکورونایت نصب می شوند و بالاخره مولکول بیلروبین دای گلوکورونایت ساخته می شوند و مولکول یو دی پی در محیط آزاد می شوند. یعنی در دو مرحله بیلروبین با بیلروبین دیگلوکورونایت تبدیل می شوند، دو مولکول یو دی پی در محیط آزاد می شوند و دو مولکول یو دی پی گلوکورونیک اسید به مصرف می رسد که مولکول ها یا قسمت های گلوکورونیک اسیدش بالای مولکول بیلروبین نصب می شوند و مولکول های یو دی پی در محیط آزاد می گردد. اگر در این مرحله کدام مشکل موجود باشد و نشود که بیلروبین به بیلروبین دیگلوکورونایت تبدیل شوند، امراض مختلف در داخل عضویت انسان ها به پیش میاد که مثلا از این امراض کلیگلر نجار 1 انتو دیزیز است، همچنان گلبرت سیندروم است که در این امراض مشکلی نمی است که انزیم های یا مثلا بیلروبین یو دی پی گلوکورونازایل ترانسفرز مشکل می داشته باشند و یا هم قسمت های دیگه یا زیاد که کانجوگیشن بیلروبین با گلوکورونیک اسید صورت نمی گیرد. این مرحله مرحله است که به نام مرحله کانجوگیشن یاد می نماید. یعنی کانجوگیشن به این معنی که مولکول بیلروبین با گلوکورونیک اسید یک جا می گردد و به نام مرحله کانجوگیشن یاد می نماید. البته مولکول های بیلروبین کانجوگیت می گردد که داخل کبد شده باشد. یعنی اگر ما شما در مرحله دوم ببینیم، در این مرحله ما شما گفتیم که یک تعداد بیلروبین داخل می شود، بعدا این سیستم که بیلروبین ها را در داخل کبد می سازند، این سیستم مشبوع می شود و مولکول های دیگه بیلروبین داخل کبد شده نمی توانند. اینها به شکل آزاد در داخل خون میباشند که به نام unconjugated bilirubin یاد میشود، چون اینها که بیرون مانده داخل هپاتوسایت نشده با گلوکورونیک اسید یک جا نمیشوند و کانجوگیت نمیشوند. به همین سبب است که آنهایی که بیرون از کبد مانده آنها را مولکول های بیلروبین را به نام unconjugated bilirubin یاد مینمایند، ولی بیلروبینی که در داخل کبد با گلوکورونیک اسید یک جا می شوند با نام کانجوگیتد بیلروبین یاد می شوند. ولی در افراد نرمال مقدار کانجوگیتد بیلروبین هم معلوم است و مقدار ان کانجوگیتد بیلروبین هم معلوم می باشد. در مرحله چهارم مرحله است که بیلروبینی که با گلوکورونیک اسید یک جا شده اینها باید به کیسه صفرا انتقال پیدا کنند. یعنی این مرحله است که اطراح بیلروبین به صفرا می شوند. از همین خاطر است که این مرحله را به نام سیکریشن آف بیلروبین انتو بایل یاد می نماید. یعنی اطراح بیلروبین به صفرا. در این مرحله بیلروبین های مولکول های بیلروبین که با گلوکورونیک اسید کانجوگیت شده اینها توسط این ترانسپورتر MOAT که ترانسپورتر اکتیو است یعنی فعال است ATP به مصرف می رساند. اینها توسط این ترانسپورتر ها به بایل کانالیکیولی انتقال می نماید. بایل کانالیکیولی
قسمت های یا تیوب های خورتر است که صفرا در آنها میریزد از کبد. بعدا این بایل کنالی کیولی با هم دیگر یک جا می شود و بالاخره با بایل دکت که قسمت انتقال کننده کالان صفرا می باشد یا پایپ کالان انتقال صفرا می باشد در آنها تجمع پیدا می کنند و با بایل دکت صفرا را انتقال می نماید. در مرحله چهارم بیلروبینی که با گلوکورنیک اسید یکجا شده با بایل کنالیکیولی انتقال پیدا می نماید و این انتقال بایل کنالیکیولی از حجرات ساخته شده و در قسمت غشای حجروی بایل کنالیکیولی ترانسپورترهای به نام MOAT یاد می نماید یا هم ملتی سپیسیفیک ارگانیک ترانسپورتر یاد می شود که اینها توسط به مصرف رساندن انرژی عمل می نماید، یعنی ترانسپورترهای فعال می باشد. اینها صفرای یا هم مولکولهای بیلروبین که با گلوکورنیک اسید یکجا شده از کبد می گیرند و بالاخره داخل بایل کنالیکیولی می شود. ترانسپورتر MOAT از جمله از خانواده ترانسپورتر های ABC می باشد یا هم ATP binding cassette ترانسپورتر یاد می شود که از چند سب یونیت ساخته شده. یک سب یونیت یعنی ها ATPS می باشد که اینها ATP را به مصرف می رسانند و قسمت های دیگه اینها قسمت های هستند که مولکول را از بیرون می گیرد و داخل حجره می سازند. به همین شکل MOAT یا Multi Specific Organic Transport یاد می شود و بالاخره سبب از این می شود که بیلروبین دایگلوکورنایت داخلی صفرا شوند یا داخل قندهای صفراوی شوند. این مرحله مرحله است که ریت لیمیتینگ است، یعنی مرحله است که در این مرحله ساختن صفرا کبد کنترل می شود که به چه مقدار باید تولید شود. یک چیز که در اینجا مهم است این است که در این مرحله که ما میگیم سیکریشن آف بیلروبین انتو بایل، یعنی بیلروبین به صفرا انتقال می شود یا اطراح می شود، فقط مولکول های بیلروبین که با گلوکورنیک اسید یکجا شده انتقال پیدا می نماید یا اطراح می شود. مولکول های بیلروبین که نان کانجوگیت است، یعنی با گلوکورنیک اسید یکجا نشده، اینها داخل صفرا شده نمی تواند، چون اینها در آب منحل نیست، انحلالات اینها بسیار کم است و همچنان در داخل کبد نشده تا با گلوکورنیک اسید یکجا شود. اگر در حجرات بایل کنالیکیولی این ترانسپورتر مشکل داشته باشد، یعنی نتواند که مولکول های بیلروبین دایگلوکورنیت را به بایل کنالیکیولی انتقال نماید، یک مرض را به وجود میارد که این مرض به نام دوبین جنسن یاد می نماید یا دوبین جنسن سندروم. مرحله پنجم مرحله است که بالاخره کانجوگیتد بیلروبین یا بیلروبین دایگلوکورنایت که در مرحله سوم ساخته شده به امای کلان میرسد، یعنی چون صفرا به امعا میریزد و در صفرا کانجوگیتد بیلروبین موجود است، چون در مرحله چهارم در صفرا انتقال شده، بالاخره این صفرا وقتی در امعا میریزد بالاخره به امای کلان میرسد، به قسمت ایلیوم و امای کلان. وقتی به امای کلان میرسد قسمت گلوکورنازایل یا قسمت یمو دو مولکول گلوکورنیک اسید که همراهش یکجا شده بود در مرحله سوم، این قسمت گلوکورنازایل یا گلوکورنیک اسید از آنها توسط انزایم بیتا گلوکورنیدیز جدا می شوند. در مرحله پنجم قسمت گلوکورنازایل بیلروبین که در مرحله سوم گلوکورنیک اسید با بیلروبین یکجا شده بود، این قسمت توسط انزایم بیتا گلوکورنیدیز جدا می شود و خود انزایم بیتا گلوکورنیدیز توسط فلورین نرمال امای کلان یا توسط باکتری هایی که در به شکل فلورین نرمال در امعا موجود است، توسط این باکتری ها تولید می شود و این انزایم سبب ازی می شود که قسمت گلوکورنیزایل یا گلوکورنیک اسید از کانجوگیتد بیلروبین را از آنها جدا نماید و بعدا توسط انزایم های دیگه ریدکتیز خود مولکول بیلروبین در این امعا یا در این قسمت امعا ارجاع می شوند. وقتی ارجاع شد به یورو بایلینوجن تبدیل می شوند. یعنی مرحله پنجمی این مرحله است که از صفرا
کانجوگیتد بیلروبین به الیوم و امعای کلان میرسد. در امعای کلان توسط باکتری ها که انزیم ها را تولید می نماید، قسمت گلوکورنیک اسید یا گلوکورونوزایل توسط انزیم بیتا گلوکورونایدیز جدا می شوند و قسمت بیلروبین می مانند و بیلروبین توسط انزیم های دیگر ارجاع می شوند و بیلروبین به یورو بایلوژین تبدیل می شود که یک مولکول بیرنگ است و از ارجاع شدن کانجوگیتد بیلروبین که قسمت گلوکورونوزایل از آنها جدا شده باشد توسط انزیم های ریدکتیز که ارجاع می شود به یورو بایلوژین تبدیل می شود. مولکول هم به بیلروبین، بالاخره بیلروبین به کانجوگیتد بیلروبین و بالاخره بیلروبین به یورو بایلوژین تبدیل می شود در مراحل مختلف. این یورو بایلونجین به سی اسم از عضویت خارج می گردد یا به سی سرنوشت مبتلا می شود. یک مقدار یورو بایلونجین توسط انترو هپاتیک یورو بایلونجین سایکل به مصرف می رسد. یعنی انترو هپاتیک یورو بایلونجین سایکل به این معنی که یورو بایلونجین در داخل اما ساخته شده بعدا پس از اما جذب می شوند به پورتلوین می رود و از پورتلوین به کبد انتقال پیدا می نماید و از کبد پس به اما می ریزد. از اما به پورتلوین جذب می شوند، از پورتلوین به کبد انتقال پیدا می کنند و از کبد پس به اما می ریزد. این سایکل را به نام انترو هپاتیک یورو بایلونوجین سایکل یاد می نماید که یک مقدار یورو بایلونوجین ساخته شده از بیلروبین در اما به این قسم به مصرف می رسد. یک مقدار یورو بایلونوجین توسط انزیم هایی که توسط باکتری ها سنتز می گردد، یک مقدار یورو بایلونوجین توسط انزیم های اکسیدیز که توسط باکتری های فلورین نرمال اما ساخته می شوند اکسیده می گردد و به یورو بایلین تبدیل می شوند. یک مقدار یورو بایلونوجین بای انترو هپاتیک سایکل سهم میگیرند. یک مقدار یورو بایلونوجین سنتز شده توسط انزیم های مختلف که باکتری ها آنها را میسازند اکسیده میشوند و بعد از اکسیده شدن به یورو بایلین تبدیل میشوند و یورو بایلین در مواد غایطه اطراح میگردد. اگر از سر در نظر بگیریم، مولکول هم است، هم به بیلروبین، بیلروبین به کانجوگیتد بیلروبین، کانجوگیتد بیلروبین به یورو بایلونوجین و یورو بایلونوجین بالاخره توسط باکتری انزیم های باکتری اکسیده می شوند در اما به یورو بایلین تبدیل می شوند و این یورو بایلین از عضویت انسان ها اطراح می گردد در مواد غایطه و این همین یورو بایلین است که یک رنگ خاص را به مواد غایطه هم می دهند و هر مقدار مواد غایطه در هوای آزاد می مانند اینها یوروبایلونجین ها اکسیده می شوند و به یوروبایلین تبدیل می شوند و رنگ آنها نیز تاریک تر می شوند. چون یوروبایلونجین مولکول بیرنگ است، وقتی اکسیده می شود به یوروبایلین تبدیل می شود بر مولکول رنگه که تقریبا رنگ نسواری می داشته باشد یا براون تبدیل می شود. یک مقدار یوروبایلونجین تولید شده در اما در انترو هپاتیک یوروبایلونجین سایکل یک مقدارش به یوروبایلین تبدیل می شود و یک مقدار یوروبایلونجین توسط خون گرفته می شود به گرده ها انتقال پیدا می کند و توسط ادرار از عضویت انسان ها اطراح می گردد که همین موجودیت یوروبایلونجین است که یک رنگ خاص را به ادرار هم می دهد. یعنی مولکول هم تجزیه شد و بالاخره از عضویت انسان ها در مواد غایطه و یا هم ادرار خارج می شود. به همین شکل در این پنج مرحله مولکول هم در داخل عضویت تجزیه می شود و به رنگ های صفراوی تبدیل می شود و بالاخره از عضویت انسان ها خارج می گردد. یک تعداد امراض است. اگر مولکول در تجزیه مولکول هم مشکل پیدا شود، مولکول هم تجزیه نشود و یا هم بعضی از مراحل تجزیه مولکول هم صورت بگیرد و بعضی از مراحل بمانند، در این صورت بعضی از امراض مثلا امراض زردی یا جاندیس با وجود میاد که دلایل مختلف را دارد که ما شما در ویدیوی بعدی انشاءالله بالاش بحث میکنیم. ولی وقتی بیلروبین در داخل عضویت به شکل درست تجزیه شود، یک مقدار کانجوگیتد بیلروبین
بشكل نورمال در داخل وزيت موجود است، يك مقدار unconjugated bilirubin در داخل وزيت موجود است. يعني بشكل نورمال در داخل وزيت انسان ها که هم تجزیه می شوند، يك مقدار معلوم بیلروبین کانجوگیت هم موجود است و یک مقدار معلوم بیلروبین ان کانجوگیت هم موجود است. ولی اگر امراض وجود میاد، اندازه بیلروبین در داخل وزیت تغییر میکنند. هم در بعضی از امراض ان کانجوگیت بیلروبین و هم در بعضی از امراض کانجوگیت بیلروبین سویش تغییر میکنند. برای ازی که ما شما معلوم کنیم آیا با سویه نرمال موجود است یا نرمال موجود نیست، ما شما یک تست داریم یا یک تجربه داریم که به نام کلورمتریک متد یاد می نماید. یک متد است که از اندازه گیری یا اندازه نمودن شدت رنگ و شما می توانیم اندازه یا سویه بیلروبین در داخل وزیت تعیین مقدار نماییم. در این تست بیلروبینی البته کانجوگیتد بیلروبین با دای ازوتایزد سلفانیلیک اسید یکجا می شود و یک رنگ سرخ را می سازد. به شکل نرمال ما شما پلازما میگیریم یا خون میگیریم و بیلروبینی که در خون یا پلازما موجود است با دای ازوتایست که ما شما آنها را در کیت داریم یا در بیرون در لابراتوار داریم یک جا میشوند و رنگ سرخ را میسازند و این رنگ سرخ را ما شما اندازه گیری مینماییم. هر مقدار هر قدر مولکول های بیلروبین زیاد موجود باشد شدت رنگ زیاد است، اگر مولکول های بیلروبین کم موجود باشد شدت رنگ کم است، اگر به اندازه نرمال موجود باشد رنگش نرمال است. از اندازه‌گیری نرمال اندازه‌گیری شدت رنگ ما شما میتونیم اندازه کنیم که با چی مقدار کانجوگیتد بیلروبین در داخل وزیت موجود است. این تست به نام دایرکت بیلروبین یا کانجوگیتد بیلروبین یاد می نماید. ولی اگر ما شما در این فقط در این مرحله ان من کانجوگیتد بیلروبین که با گلوکورونیک اسید یکجا نشده باشند سهم نمیگیرد، ولی اگر ما شما در محیط الکل میتانول علاوه میکنیم در این حالت باز هم کانجوگیتد بیلروبین با دای ازوتایز سلفانیلیک اسید یکجا میشوند و همچنان نان کانجوگیتد بیلروبین با دای ازوتایز سلفانیلیک اسید یکجا میشوند. یعنی تمام بیلروبین که در داخل وزیت است اگر نان کانجوگیت باشد اگر کانجوگیت باشد در موجودیت میتانول یکجا می شوند و بالاخره شدت رنگ را به شما اندازه می نماییم که این حالت یا این تست را برام توتال بیلروبین یاد می نماید، یعنی تمام بیلروبین که در داخل وزیت است کانجوگیتد ان کانجوگیتد. بعدا ما شما فرق توتال بیلروبین که تمام بیلروبین است و دایرکت بیلروبین یا کانجوگیتد بیلروبین را پیدا می نماییم و می توانیم از این طریق ما شما پیدا نماییم که با چی اندازه این دایرکت بیلروبین یا نان کانجوگیتد بیلروبین در داخل وزیت موجود است. وقتی فرق اردویش پیدا می نماییم اینها را به نام این دایرکت بیلروبین یا نان کانجوگیتد بیلروبین یاد می نماید که توسط این تست شما می توانیم تعیین مقدار نماییم. به همین شکل ما شما می توانیم کانجوگیتد بیلروبین، نان کانجوگیتد بیلروبین، توتال بیلروبین را در داخل وزیت اندازه نماییم و برای تشخیص امراض مختلف کمک می نماید. تشکر از توجهتون.